سلام و درود به شما دوستان و همراهان عزیز. به کانال سرنوشت خیلی خوش اومدید. لاله‌زار قدیم تهران، خیابان مشهوری در تهران که روزگاری برای خودش بروبیایی داشت. پر از سالن‌های تئاتر، سینما، کافه و کاباره. پر از خواننده‌ها و رقصنده‌هایی که مردم طرفدارشون بودن و براشون سر و دست میشکوندن. یکی از آنها آفت بود، یعنی خواننده و رقصنده مشهوری که زمانی رقیب مهوش بود و لقب بلبل شرق را به خود اختصاص داده بود. اما ناگهان این خواننده و رقصنده مشهور دیگر نرقصید و ساکت شد. چرا؟ با ما همراه باشید تا در این ویدیو به بیوگرافی، نحوه ورودش به دنیای هنر، علت کنارگیری و سکوتش و همچنین سرنوشتش میپردازیم. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. ملوک آنقوز، شهرت یافته به آفت، خواننده ایرانی در موسیقی مردم پسند بود. آفت که در سالهای دور به خواننده لاله‌زاری و مردمی شهرت داشت، در سال 1313 در تهران به دنیا آمد. در طول سالهای دهه 40 خورشیدی همراه با مهوش و شهبر یکی از سه خواننده مشهور و پرطرفدار ایران بود. بانو آفت را رقیب مهوش، خواننده محبوب کاباره‌های تهران می‌دانستند. اما لقب بلبل شرق در کافه‌ها و کاباره‌های تهران فقط متعلق به آفت بود. کار خوانندگی را در کافه لاله‌زار شروع کرد. در کودکی پدرش را از دست داد و زندگی سختی را می‌گذراند و با توجه به سن کمی که داشت مجبور شد در یک کارخانه کار کند تا بتواند امور خود و مادرش را بگذراند. آفت از کودکی عاشق خوانندگی و بازیگری بود و همیشه صفحه خوانندگان آن دوران را گوش می‌کرد و برای دوستانش اجرا می‌کرد. در نوجوانی متأسفانه مادرش را هم از دست داد و سرپرستیش را داییش به عهده گرفت. دایی او به آفت کمک کرد تا بتواند آفت به رویاهایش جامعه عمل بپوشاند. به خاطر همین بود که او را به تئاتر پارس در لاله‌زار فرستاد تا بازیگری را یاد بگیرد. آن روزها تئاتر پارس یکی از بهترین جا برای تعلیم بازیگری بود که آقای عبدالحسین نوشین که درسش را در فرانسه خوانده بود راه انداخته بود تا بازیگران با استعدادی را تربیت کند. ملوک آنجا پیش پرده خوانی می‌کرد. وقتی ستاره‌های تئاتر آن زمان مثل لورتا، نصرت کریمی، شهلا ریاحی روی صحنه می رفتند، وسط کار برای استراحت ملوک و بقیه می آمدند و پیش پرده خوانی می کردند و عموماً ترانه های لاله‌زاری می خواندند. صدایش بسیار مورد توجه قرار گرفت و اسمش بر سر زبان ها افتاد و به کاباره شبهای تهران دعوت شد که در آن زمان مهوش ستاره نوپا در آن کارباره شروع به خواندن کرده بود و حالا ملوک با اسم هنری آفت شد جزء خواننده‌های مشهور لاله‌زاری که در آن کاباره‌ها برنامه اجرا می‌کرد و این دو نفر همراه با شهبر شدند محبوب مشتری‌های کاباره‌ها. هر سه کوچه بازاری می‌خواندند و کم کم پاشون به سینما هم باز شد. آفت در بسیاری از فیلم ها نیز بازی داشت، از جمله فیلم آتشباره تهران که در آن فیلم نقش منفی دارد و بازیگر اصلی فیلم نیست. البته هیچ وقت بازیگر اصلی فیلم نبود، عموماً از رقص و آوازش در فیلم استفاده می‌کردند. معمولاً فیلم های قدیمی همیشه صحنه‌ای از رقص و آواز در آنها بود. آفت بیشتر در سینما همین نقش را داشت، مثل مهوش و شهبر. دهه 30 روزگار شهرت آفت تو لاله‌زار و سینماست. مردم به خاطر اون به کاباره‌هایی که در آن می‌خواند هجوم بیاوردند. اواخر این دهه بود که مهوش با یک تاکسی تصادف کرده و به شدت زخمی میشه. وقتی او را به بیمارستان سینا برای عمل می‌برند دیر می‌شود
و مهوش فوت می کند. این خواننده پرطرفدار آنقدر تشییع جنازه‌اش در تهران شلوغ شد که هنوز هم وقتی از تشییع جنازه پرشور سخن به میان می آید همه آن را مثال می زنند و می گن وقتی خانم مهوش در بیمارستان بستری بود آفت به ملاقات او می رود و آخرین وصیت مهوش را می شنود که می گوید بعد از فوتش تمام اموالش را خرج فقرا کنند و آفت هم بعد از فوت مهوش همین کار را انجام می دهد. بعد از فوت مهوش از این سه خواننده لاله‌زاری می مونه خانم شهپر و آفت و البته باید از سوسن، روح‌پرور و فیروزه هم در آن زمان اسمی ببریم که در آن زمان تازه سر و صدایی به پا کرده بودند و گاهگاهی هم بین بعضی از آنها درگیری هایی به وجود می آمد مثل دعوای آفت و فیروزه که چند بار کارشون به کلانتری هم رسید و حتی روزنامه ها در موردشان مطلب می نوشتن و وقتی که آفت ظرف میوه را از بین تماشاگران به سوی خانم فیروزه که در روی سن در حال اجرا بود پرت می کنه خانم فیروزه میگه بالاخره اینم یک تشویقه از طرف یک خواننده نامی به یک خواننده خاکی. در آن زمان ترانه‌های کوچه بازاری طرفداران خاص خودش را داشت. ترانه‌هایی که مختص تهران قدیم بود و عمده طرفدارانش جنوب شهری‌ها بودند. اسم این ترانه‌ها را از این لحاظ لاله‌زاری گذاشته بودند چون بیشتر در خیابان لاله‌زار برگزار می‌شد. آفت بیشتر دوره کاریش را از همین نوع ترانه ها اجرا می کرد. حتی وقتی برای تبلیغ آدامس خروس نشان دعوتش کردن از همین ترانه ها بهش دادن و از تلویزیون ملی ایران پخش شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. از آفت ترانه بابا کرم معروف به جا مانده که میگن تقدیم کرده به داییش، کسی که باعث شد آفت بیفته تو کار هنر و معروف بشه. دهه 40 اوج کار آفت و شهرتش بود که آن موقع هم آفت ازدواج کرده بود و دو پسر به نام حسن و حسین داشت. در اواخر دهه 40 بود که خانم آفت سفری به آلمان کرد برای دیدن پسرش. اما چون سفرش طول میکشه روزنامه‌های آن زمان نوشتند که خانم آفت در آلمان دوره کارگردانی میبیند. اما آفت در این سفر یک سری هم به سوریه میزند و همین سفر باعث پایان فعالیت آفت میشه. وقتی به زیارت حرم حضرت زینب میره ناگهان منقلب و پشیمون میشه و توبه میکنه که دیگه نخونه و هیچ وقت نرخصه. به تهران که برگشت به جمع درویشان پیوست و تا هنگام مرگ یکی از درویشان بلندپایه بود و مرام آنها را ادامه می دهد. خانم آفت کتابی در دست چاپ داشت به نام از فقر تا فقر که هنوز مجوز انتشار نگرفته است. از آهنگهای معروف آفت که قدیمی ها هنوز آن را زمزمه می کنند می توان به دم گاراژ بودم، کوه نور، عشق پوشالی، دل منو شکستی، مامان، من خودم میدونم که زشتم، آفت آفت جونم، یه بوس بده گلبانو و قناری میتوان اشاره کرد. و اما خانم آفت بعد از انقلاب در ایران ماند و از ایران نرفت. با اینکه پسرانش در آلمان بودن و آنجا زندگی میکردن، اما خانم آفت در ایران میمونه و در امور خیریه و کمک به مستمندان فعالیت داشت و به فقرا کمک میکرد. و اما در 12 دیماه سال 1386 خانم آفت در سن 73 سالگی در همین تهران در حالی که خواب بود از دنیا رفت. میگویند آفت هم همچون مهوش وصیت کرد که اموالش را بین فقرا تقسیم کنند. روحش شاد و یادش گرامی. خیلی خیلی ممنون از همراهی شما دوستان عزیز. لطفاً شما هم یک جمله در وصف این بانوی هنرمند برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید لوگوی سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک ساده می تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون.